وارد کلاس سوم مدرسه محمد منتظری شدیم. فضای کلاس که شامل پوستر کتاب خفاش دیوانه، صحنه رومیزی کتاب درخت بخشنده و ماسکای خرگوش حکیم بود و شوق بچه‌ها که در مورد کتاب‌ها نظر می‌دادند، به ما می‌گفت که خانم قدرتی برنامه با من بخوان رو به خوبی اجرا کردند. بعد از اینکه آموزگار یک کتاب رو برای ما و دانش آموزان بلند خوانی کرد، یکی از بچه ها دستش رو بالا برد و خواست داستانکی از خرگوش حکیم رو برای ما بخونه. خانم قدرتی کمی نگران به نظر می رسید. علیرضا شروع به خوندن کرد و در پایان ما متوجه نشدیم که چرا آموزگار نگران بود. در حیات مدرسه، هنگام خداحافظی، خانم قدرتی خودش رو به ما رسوند و گفت باورم نمیشه که علیرضا تونست بدون لکنت بخونه. تازه اونجا بود که فهمیدیم علیرضا لکنت زبون داره و نگرانی آموزگار هم به همین خاطر بوده که علیرضا نمیتونست نمونه خوبی برای روانخوانی اون هم در یک بازدید باشه. و سپس اضافه کرد علیرضا همیشه به خاطر لکنت زبونش گوشه‌گیر بود و اصلا توی کلاس حرف نمیزد. اما بعد از اجرای برنامه با من بخوان، بلندخوانی ها، نمایش ها و فعالیت ها او خیلی تغییر کرده. تغییری که منجر شد بدون لکنت برای ما بخونه. در همایش پایان سال، مادری بلند شد و در مورد تأثیر برنامه روی پسرش صحبت کرد. پسری که اسمش علیرضا بود. همیشه متوجه شدم که فرزند من کتاب خرگوش حکیم بود، فکر کنم. این مرتب بسیار علاقه من، بسیار این کتاب براش عزیزی بود. حتی از بازی‌های کامپیوتری، از تبلت، از هر چی که فکر می‌کنیم بچه‌های امروز درگیرن. این تمامی لحظات این کتاب رو با خودش راه می‌برد. زیر بالشش میگه از خواهم میخواید کتابم به نفس یک چیزی که از اعتماد به نفسش بالا رفته. انتقادش الان خانم معلمش میگه از کارهای خانم معلم اگه جوری باشه انتقاد مثبت منفی هر جوری رو در کلاس بیان میکنه، ولی قبلا حاضر به صحبت در کلاس نبود. با تشکر از تمامی شما عزیزان.